بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اطلاعیه اتحادیه افغانهای بی سی به آگاهی هموطنان عزیز رسانیده می شود که محفل بزرگ داشت از روز گرامی مادر در روز یک شنبه 11 ماه می در بیر گریک پارک واقع تقاطع کینگ جورج بولوارد و 88 اونیوی شهر سوری برگزار می گردد. این محفل شامل برنامه های موسیقی و دیگر سرگرمی ها بوده و کباب خوشمزه و حلال افغانی نیز عرضه خواهد شد. احترامانه خواهش می گردد به خاطر پشتیبانی مالی روز مادر از آوردن غذا و یا باربیکیو خودداری نمایید. اتحادیه عام المنفعه افغانها و انجمن زنان افغان کانادایی برای تغییر در نظر دارند در این روز یکی از مادران تنها یا سینگل مادر مقیم شهر ونکوور را که در اعمار زندگی و تربیت سالم فرزندان خود برای زندگی چشمگیر نشان داده اند را به عنوان مادر شایسته انتخاب و معرفی نمایند. در صورتی که خودتان یکی از جمله چنین مادران هستید و تمایل دارید خود را کاندید نمایید یا اینکه چنین مادری را می شناسید، لطفاً به یکی از این ایمیل آدرس ها یا تلفن ها در تماس شده و شهرت مادر و خلاصه زندگی و فعالیت های وی را با ما در میان بگذارید. به نام خدا، خدایی که انسانی را خلق کرد از جنس خاک و از روح خود درو دمید تا فرشته ای باشد برای زمینیان و بهشت خود را در زیر پایش قرار داد و نامش را نهاد مادر. پس با یاد و نام خالق بی همتا برنامه امروز خود را آغاز میکنیم. سلام داریم به خدمت همه شما عزیزان، مخصوصاً مادران عزیز و گرامی و گرانقدر و گرانمایه. امید که لباس عافیت بر تن داشته باشین و در زیر سایه الطاف پروردگار ایامر به خیر و نیکی به سر ببرین. فردا یک شنبه 11 ماه می مصادف است با روز جهانی مادر. پیشاپیش این روز مقدس را به همه مادران جهان و علل خصوص مادران افغان چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان تبریک و تهنیت میگوییم و برایشان طول عمر و صحتمندی آرزومندیم. تلویزیون کاروان ضمن عرض تبریک روز مادر به همه مادران درد کشیده و قهرمان ویژه برنامه‌ای را به مناسبت مادر و روز مادر تهیه دیده است که به خدمت شما مخصوصاً مادران عزیز پیشکش بکنیم.
جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم مادری خوبم ما قربان سر پایت مادرم مادری خوبم دل جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم ای مادر ای مادر ای مادری خوبم هر چی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانه هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر ای مادر ای مادر جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم مادری خوبم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر ای مادر فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم مادری خوبم ما قربان سر پایت مادرم مادری خوبم دل جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم ای مادر ای مادر ای مادری خوبم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانه هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر ای مادر ای مادر فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت
بهترین و شیرین ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استدیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استدیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استدیویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی. تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استدیو به شماره تلفن 604-710-66-62 در تماس شوید. دوستان عزیز، قسمی که مطلع می باشین، در چند هفته اخیر کشور ما افغانستان شاهد وقایع گوناگون بوده است که از جمله آنها جاری شدن سیلاب در ولایت جوزان و فاریاب و دیگری رانش زمین و زلزله در ولایت بدخشان بود. در این حادثه بیشتر از 3500 نفر جان خیش را از دست دادند و نزدیک به 300 خانه و خانواده در زیر خاک و گل مفقود و مدفون شدند. این واقعه در آستانه روز جهانی مادر به وقوع پیوست. چی بسا مادرانی که اولادهای خیش را از دست دادند و روز مادر را در فراق و سوگ فرزندان و خانواده خیش به مویه و ماتم به سر می برند. و چه بسا اطفالی که روز مادر را بر سر مزار مادران خود به سوگ می نشینند. خداوندا به ای عزیزان صبری عنایت فرما و به ما توفیق عطا کن که بتوانیم وظیفه خیش را چه از لحاظ انسانی و چه مالی در قبال ای عزیزان ایفا نماییم. تلویزیون کاروان هم این مصیبت دردناک و جانگداز را به تمام هموطنان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای مظلومان شفا و برای درگذشتگان آمرزش و مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل تمنا دارند. در همین راستا هم برنامه فاندریزینگی توسط افغانهای شهر ونکوور برپا خواهد شد. این برنامه به روز یک شنبه 18 ماه می در مصلای افغانها واقع شهر سوری از ساعت 6:30 شام برگزار خواهد شد. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. هموطن عزیز، میدانم هنوز اشک چشمانت در سوگ قربانیان جوزجان و فاریاب و سرپل نخشکیده بود که فاجعه بدخشان قلبت را خونین تر کرد. میدانم که بی‌تابانه در جستجوی راهی هستی تا مرهمی بر زخم‌های بازماندگان این فاجعه دردناک بگذاری. پس بیا دست‌هایمان را روی هم بگذاریم و به کمک بشتابیم. اتحادیه افغانای بی سی از تو هموطن عزیز، از تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی افغانهای بدیور، از انجمن زنان افغان کانادایی برای تغییر، از کوپراتیف زنان، انجمن فرهنگی موج، افغان توگیدر، انجمن حسینی کانادا، از مرکز آموزشی فاطمیه و در یک سخن از تمام وطنداران می خواهد
تا در مجلس فاتحه و ختم قرآن مجید که به روز یک شنبه 18 می ساعت 6:30 عصر در مصلی افغانها در سوری برگزار می شود شرکت کنید و آنچه در توان دارید به هموطنان مصیبت زده ایتان کمک کنید. تا آن زمان می توانید مستقیما به حساب مخصوص شماره 442-095 ما در برانچ 17 بنسیفی کمک کنید یا برای ما چک بفرستید. آدرس ما در afghanbc.ca. در روز دوشنبه مورخ 5 ماه می، اعضا و مسئولان ملاله کوآپ جشن و برنامه ای را به مناسبت روز مادر برگزار کردند. تلویزیون کاروان هم در این جشن اشتراک کرد که گزارش هایی را به خدمتتان تقدیم میکنیم. با تشکر فراوان از زحمات و خدمات مسئولین و اعضای محترم ملاله کوآپ. با هم این برنامه را میبینیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خداوند برکت همی قرآن شریف برای همه افغانای ما رحم خدا کنه. دیگه بس است، 30 بسیار زیاد بوده و ما و شما را هم در اینجا که هستیم و در هر جایی که هستیم امرای فامیلای ما، امرای اولادای ما، امرای همه دوستای ما جور و آرام داشته باشه و دیگه مصیبت بس کنم. تشکر. به نام خداوند بزرگ، با عرض سلام و احترام، اولتر از همه اجازه بتین که روز خجسته مادر به نمایندگی از اعضای ملاله کوآپ به شما تبریک عرض کنم. از خداوند می خواهیم که همیشه شاد و سلامت باشین و همیشه در کنار فامیلتان، در کنار فامیل هایتان موفق و سربلند. بسیار خوش هستم که یک بار دیگه سال گذشته بخیر گذشت و امروز شما رو باز هم خوش و سرحال می بینم. آرزو دارم که همیشه دور هم همطور جمع باشیم و می خواهیم بگویم در این لحظه که امی حاضرین که امروز اینجا جمع هستن همشان نه تنها یکی امروز خوشی میکنن بلکه در غم و ماتم هموطنان نازنین ما که همی اکنون در زیر خاک هستن و یا هم مرده و فامیلایشان با ماتم نشسته با اونا هم غم شریک هستیم. ما همیشه از زنان و مادران حمایت میکنیم. مادر کلمه زیبایی است که همیشه به لبای ما جاری است. مادر بهترین تحفه است که خداوند به ما داده. پس مقام مادر آنقدر والاست که ما نمیتونیم به تو گردمایی های کوچک از مقام مادر تجلیل کنیم. فقط یاد میکنیم. و آخر مادر است که با یک دست گهواره با یک دست دیگه جهان تکان میده. مادر است که وقتی ما پیرام هستیم دوچار یک مشکل میشیم اولین صدایی که میکنیم میگیم مادر. مادر، از دعای مادرم چتر بسر دارم همیش، از دعای مادرم چتر بسر دارم همیش، بوی او را همچو بوی مشکتر دارم همیش. لالای مادرم را از زمان کودکی، لالای مادرم را از زمان کودکی، چون درود ورد هر شام و سحر دارم همیش. گوهر ناب ادب را داد اول او به من، و از عنایت های تعلیمش هنر دارم همیش. جسم و جانش متصل بودی به جسم و جان من، جسم و جانش متصل بودی به جسم و جان من، من زبال مهر مادر بال و پر دارم همیش. روز بسیار فرخنده مادر از اینجا تا کابل و از کابل تا تمام دنیا و تمام زنان زحمتکش دنیا که روز مادر خلق کردن تبریک میگم. فقط به یک جمله بسیار مختصر من کلمه مادر رو براتون تشریح میکنم. مادر یک کلمه است که تنها کلمه مادر است که در صدها زبان به حرف ام یا میم شروع شده. مور، مادر، ممی، مما و غیره. یعنی هر زبانی را که شما ببینین به الف، به الف بی ما یا به الف بی خودشان به میم شروع شده. پس ببینین که این کلمه
کلمه‌ای است که استثنایی است در دنیا، کلمه‌ای است که سر تا سر دنیا، از روزی که دنیا خلق شده مادر خلق شده و مادر اولاد به دنیا آورده این نام به امی اسم رفته. گویند مرا چو زاد مادر پستان بدهن گرفتن آموخت، گویند که می نمود هر شب تا وقت سحر نظاره بر من، می خواست که شوکت و بزرگی پیدا شود از ستاره من، می کرد به وقت بیقراری با بوسه گرم چاره من، تا خواب به دیده ام نشیند شبها بر گاهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت. او داشت نهان به سینه خود تنها به جهان دلی که آزرد، خود راحت خیشتن فدا کرد در راحت من بسی جفا برد. یک شب به نوازشم در آغوش تا شهر قریب قصه ها برد، یک روز براه زندگانی دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخت. در خلوت شام تیره من او بود و فروغ آشیانم، میداد ز شیر و شیره جان قوت من و قوت روانم، میریخت سرشک غم ز دیده چون آب بر آتش روانم، تا باز کنم حکایت دل یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. در پهنه آسمان هستی او بود یگانه کوکب من، لالایی و شور و نغمه هایش بودند حکایت شب من، آغوش محبتش بنا کرد در عالم عشق مکتب من، با مهر و نوازش و تبسم لبخند نهاد بر لب من، بر قنچه گل شکفتن آموخت. این عکس ظریف روی دیوار تسبیب شباب و مستی اوست، وان چوب قشنگ گاهواره امروز عصای دستی اوست. از خیش به دیگران رسیدن کاری ز خدا پرستی اوست، شد پیر و مرا نمود برنا پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. نداری خبر از من ای مادر دلسوز، نداری خبر از من، از گردش افراد چی آمد به سر من، در ملک مسافر نکشی ای جوانی، آیا کی کند قبر، کی دوزد کفن من، تابوت مرا جای بلندی بگذارید، تابوت مرا جای بلندی بگذارید، تا باد برد خاک مرا در وطن من، تا باد برد خاک مرا در وطن من. جدایی روزگار من سیاه کرد، جدایی روزگار من سیاه کرد، نصیبم گریه و شور و نوا کرد، مخنده گل بچاکی سینه من، به ای روزم که میبینی خدا کرد. خدا کنک. این جانب جمیله ولی نقیب بهترین احساسات، تمنیات و سلام های خدا بر تمام مادران گرامی تقدیم می دارم و بر مادرایی که حیات خدا پدرود گفتن، برشان از خداوند کریم تمنا می کنم که خداوند مغفرتشان کنه، رویشان شاد باشه و بهشت بر این نصیبشان باشه و خداوند غریق رحمت بسازشان. چشم یارانی ما
که چشمانم مبادا زیاد با خدا این عشق گذران نیست غم و دلتنگی حق تو نیست اینو میدانم روزی میرسن همه ی دنیا دستت میبوسن که خدای ما از حق گذران خدای لری را
ببو پراتا تر هر چمیر بانای سار و مال می ساتستا دعا ببو کاش چه دخبل عمر می هم تا تدر کولی شوی دید می ددو سترگو در بخل شوی دید می ددو سترگو در بخل شوی موری 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 تد دنیا چتر گور مستر کے میر نر نر ناشی مورے 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 تزما ہر سب خلاص مکے تزما دے تزما ببو زما دکے عمر دے دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی تات چه در گورا ماسترگ میر نار نار ناشی بسم الله الرحمن الرحیم من لیلا اختری استم امروز روز مادر است روز مادر با تمام افغانای ما که در اینجا هستند یا در سر تا سر دنیا هستند تبریک میگم و زیادتر بس کسایی که در افغانستان هستند مخصوصا در بدخشان که سلریزی و خو موف کده و چیزا هست ما با
برای از اونا تسلیت میگم از کسایی که پاک شدن و خداوند رحم خدا سلامگی ایشان بکنن. فقط ما میخواستیم که امروز یک تبریکی سر تا سر به تمام افغانایی که در جای هستن و مادرایی که امروز ما را میبینن تبریکی بگیم. سلام، نامم سالی است. تبریک میگم به کل مادرها سراسر، به مادرایی که اینجا هستن، مادرایی که افغانستان هستن، مادرایی که در خارج هستن. خدا درد داغ اولاد هیچ مادر نشان نده. و هر مادر که هر اولادی که در جای از خوش آرام باشه، از دعای از این مادرها. کل ما اولادا را خدا خوش آرام داشته باشه. کل مادرها را درد داغ اولاد نشان نده. بس همه که گفتنی دارم دیگه. سلامای گرم خدا برای خانمای افغانستان، خانمای رنگ دیده افغانستان. تبریکات خدا تقدیم میکنم برشان، روز مادر را برشان تبریک میگم، برای مادرای رنگ دیده بدخشان که این حادثه که به بدخشان آمد داد قلبن ما را جگرخون ساخته. یقدر ما جگرخون بودیم که طاقتش نداریم دیگه. دیگه زنای تمام زنها را میگم برشان عمرشان دراز باشه، جانشان جور باشه. خدا روز زن برشان تبریک میگم. بله سلام، روز مادر بر تمام مادرای گرامی عزیز تبریک میگم. بر مادرای بدخشان که کسایی که فوت کردن خدا بیامرزشان و جنتا جایشان باشه. در همین جام که هستن بر کل زنای جهان تبریک میگم. روز زن مبارک باد باشه، خوش و آرام باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. من مریم ناظم هستم. مام به نوبه خود روز مادر به تمام مادرای جهان، چی در افغانستان و چی در خارج از افغانستان است، تبریک میگم و تسلیت مام از طرف تمام خانم هایی که اینجا شیشتن به مناسبت زلزله که در بدخشان صورت گرفت، ما تسلیت میگیم و در غمشان همیشه شریک هستیم، هیچ وقت از یاد ما نمیره. به مادرای تمام دنیا هم بازم تبریک میگم، روز مادر تبریک باشه. سلام بر کلگی مادرایی که به افغانستان است و به ایران، تمام سراسر افغانستان که به بدخشان یادسه شده، به اون مادرها تبریک میگم. خداوند کریم رحیم جان و جور همیشه خوش آرام داشته باششان. مگم روز مادر بر اولین روز بر همشیرهایی که ایجا آمدن، میمانای عزیز که ایجا آمدن تبریک میگیم. همیشه دعا میکنیم که خداوند کریم رحیم در سراسر افغانستان یک روز خوش و آرام و آسیدگی را بیاره. بهترین و شیرین ترین لحظات زندگی تان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی. تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری.
آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604-710-66-62 در تماس شوید. طفلی و دامان مادر خوش بهشت بودن تا به پای خود روان شده سرگردان گشته با دیدن مادر عجب دیوانه شدم دلم با دیدن مادر عجب دیوانه شدم چو کودکان چو کودکان دلم با گریه تفلانه شدم چو کودکان دلم با که خانه‌اش با
دیدن مادر عجب دیوانه شدم، دلم با دیدن مادر عجب دیوانه شدم. چو کودکان چو کودکان دلم با گریه تفلانه شدم، چو کودکان دلم با گریه تفلانه شدم. خدا انداخت زیر پای مادر بهشتی که از همه چیز است برتر. اگر خواهی شوی مهمان جنت، نداری بهتر از مادر تو نعمت. بود شرط بهشت این حرف آخر که باشی خاک زیر پای مادر. روز مادر مبارک باد. در پناه ایزد متعال باشین. التماس دعا.